اپلیکیشنی که سر و صدای زیادی کرده، کلاب هاست، پلتفرمی که اتفاقا همه چیز در آن حول محور صدا می‌گردد. در جهان تصاویر اشتی و پرزرق و برق و اپلیکیشن هایی که روی آنها عکس ها و ویدیوهای با کیفیت با امکان ویرایش راحت وجود دارد، شاید طراحی اپلیکیشنی که منحصرا بر صدا تکیه کرده باشد دیوانگی به نظر برسد. اما پل دیویسون، کارآفرین آمریکایی، و روان سد، مهندس سابق گوگل، دو طراح کلاب هاست تصمیم خود را گرفتند و کمتر از یک سال پیش از اپلیکیشن خود رو نمایی کردند. حالا با استقبالی که از کلاب هاست شده به نظر می رسد این دو اصلا اشتباه نکردند. کلاب هاست حالا بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد که برای یک اپلیکیشن نوپا فوق‌العاده است. در شرایطی که فعلا فقط برای کاربران اپل و روی دستگاه‌هایی با سیستم عامل iOS در دسترس است و آن هم فقط با دعوتنامه که از شتاب عضویت کاربران قطعاً می‌کاهد. ارزش کلاب هاست در حال حاضر بیش از 1 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. ارزشی که البته بعضی آن را علاوه بر جذابیت‌های خود کلاب هاست مدیون حضور ستاره‌های جهان فناوری مانند ایلان ماسک و مارک زاکربرگ در اتاق‌های این اپلیکیشن می‌دانند. هر اپلیکیشن جدیدی معمولا مورد توجه قرار میگیره، به ویژه وقتی که سلبریتی ها به اون توجه کنن. دیدیم در مورد توییتر مثلا اومدن اپرا وینفری چطور اون رو مورد توجه قرار داد، در اینجا اومدن ایلان ماسک رو میبینیم و بعد پیوستن خیلی عظیمی از سلبریتی ها برای استفاده از این اپلیکیشن برای در ارتباط بودن با مخاطبان و افزودن بر دایره مخاطبان، به علاوه یک تلفیق هوشمندانه بین پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی در اینجا میبینیم که باعث میشه که افراد بتونن به صورت مستقیم با سلبریتی ها حرف بزنن و دیگران شاهد این ارتباط باشن، که خودش یک نوع ارجاع اعتبار و لذت اجتماعی به بار میاره و طبیعتاً اقبال به این اپلیکیشن رو افزایش میده. کلاب هاست هنوز بسیار نوپاست و برای کاربران غیر آمریکایی پدیده‌ای کاملاً تازه تر. ایرانیان در چند هفته گذشته اقبال زیادی به آن نشان دادند و هم روند عضویتشان شتاب گرفته و هم اتاقهای بحث متنوعی را گشودند. به دلیل ماهیت زنجیره‌ای عضوگیری با دعوتنامه، افراد اغلب به نوعی با یکدیگر آشنایی دارند و شاید همین است که جرقه اولیه گپ و گفت راحت زده می شود. اما چه شد که در غیاب تصویر و رنگ و لعاب آن، اپلیکیشنی که تنها از راه صدا ارتباط برقرار می کند تا این اندازه با اقبال مواجه شد؟ احساس نیاز انسان‌ها بعد از یک سال قرنطینه دوران کرونا یا برداشته شدن فاصله بین طبقات اجتماعی در گفتگوها آیا در این پدیده مؤثر بوده؟ حتما یه بخشش ناشی از این مسئله بوده، به دلیل اینکه برای انگار جای اون مهمونی‌هایی رو گرفته که در دوره کرونا امکانش نیست و علاوه در این مهمونی‌ها می‌بینیم که آدم‌های مهم یا سلبریتی ها حضور دارن و ما میتونیم با اونا حرف بزنیم و گفتگو بکنیم و به این ترتیب این مجال جدیدی است که در دوره کرونا ظاهر شده. معلوم نیست بعد که مردم رفتن سر کار گرفتار شدن آیا این اپلیکیشن همین میزان محبوبیت رو داشته باشه یا کاربردش به همین شیوه باشه که تا به حال بوده. کاربرانن که در نهایت تعیین میکنن که این اپلیکیشن به چه صورتی به کار بره و دوام و بقاش منوط به نحوه و شیوه و استقبالی است که از این اپلیکیشن خواهد شد در آینده. اقبال به کلاب هاست چنان بوده که گزارش شده در ایران دعوتنامه آن تا 400 هزار تومان به فروش گذاشته شده. اتفاقی که البته منحصر به ایران نیست و گزارش هایی هم از فروش دعوتنامه های این اپلیکیشن در ایبی و سایت های مشابه گزارش شده. بعضی از مهیا نبودن دسترسی راحت به کلاب هاست گلایه دارند، به ویژه که گوشی های آیفون و آیپد ها و محصولات اپل در کل گران قیمت هستند. در کشوری مثل ایران که در حال تجربه فشار اقتصادی است و بسیاری به تبلت و تلفن برای برنامه های آموزشی دوران قرنطینه کرونا هم دسترسی ندارند، هر پیشنهاد احتمالی برای تغییر گوشی اندرویدی به اپل مثل آن قول معروف است که اگر نان نیست شیرینی بخورید. فعلا اما به گیرنده های خود دست نزنید و صبور باشید. کلاب هاست با این اقبال امروز احتمالاً به زودی راحت تر در دسترس همگان خواهد بود. شبنم شعبانی، بی بی سی.